این یگانه وقت و یگانه جایی است که تمام احساسات خود را بیان داریم و با بودن با خدا یک احساس امنیت موجود است. حتی اگر ما مشکل و درد داریم و از مرگ کسانی که در این حادثه از بین رفتن رنج میبریم، باید باز هم برای نجات یافتن خود با او رجوع نماییم. هزاران کیلومتر دورتر در هنگ کنگ، عیسویان فیلیپینی به یک کلیسا جمع شده برای قربانیان این طوفان دعا کردند، پول و لباس جمع آوری کردند تا به کشورشان بفرستند. در این حال کارگران امدادی هنوز هم برای رساندن کمک ها به مناطق دوردست به مشکل مواجه هستند. بنیگنو اکوینو رئیس جمهور فیلیپین روز یک شنبه به انتقادات در مورد بدتی بودن تقسیم غذا گوش داد و به بازدید از مناطق آسیب دیده آغاز کرد. من تاکید می کنم که حکومت تلاش می کند و کم از کم 28 کشور ما را در این عملیات کمک می کند. اما اگر هر کس کمک کند، مواد امدادی آسانتر و زودتر به مردم رسانده خواهد شد. کمک های بین المللی به شمول ایالات متحده آمریکا در قسمت غذا، آب و وسایل طبی در مناطق دوردست فیلیپین ادامه دارد. طوفان بحری هایان که به تاریخ 8 ماه نوامبر صورت گرفت، حداقل 3600 نفر را تلف کرد. تعداد تلفات ممکن افزایش یابد. چندین طیاره حاوی مواد امدادی روز یکشنبه وارد میدان هوایی مکتان در سیبو گردید، به شمول کمک ها از زیلاند جدید، سویدن و استرالیا. بریتانیا در این هفته 6 طیاره مملو از مواد امدادی را به فیلیپین ارسال داشته است. آصف احمد سفیر بریتانیا در مانیلا گفت بریتانیا بیشتر از 85 میلیون دلار را کمک کرده است. ما از این پول نه تنها برای کمک های عاجل بلکه برای احیای مجدد و اعاشه مردم استفاده می کنیم تا مردم فیلیپین از این تجربه تخریب کن رهایی یابند. آقای احمد گفت ساحات تخریب شده مجدداً اعمار خواهد شد. با اساس گزارش ها هنوز هم 1181 نفر مفقود الاثر است. تعداد بیجا شدگان این فاجعه حدود 4 میلیون گزارش شده است. مقامات میگویند در حالی که غذا، آب، تیم‌های امدادی و سرپناه‌های موقتی به فیلیپین میرسد، هنوز هم نیاز شدید برای کمک موجود است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.